دانش به زبان ساده. در زندگی روزمره خود همواره می شنویم که باید در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم. باید از مصرف بیهوده انرژی اجتناب کنیم و یا باید راه‌هایی بهتر برای تولید انرژی پیدا کنیم. در حالی که در سالهای تحصیل دوران دبیرستان به ما یاد دادند که انرژی کمیتی است که همیشه حفظ می شود و مقدار آن همیشه ثابت است. یعنی ما نمی توانیم انرژی تولید کنیم. و نیز نمی توانیم انرژی را از بین ببریم. و این ثابت بودن مقدار انرژی در کیهان یکی از اساسی ترین اصول فیزیک می باشد. در واقع انرژی از شکلی به شکلی دیگر تبدیل می شود و از بین نمی رود. پس چرا ما دائما از صرفه‌جویی در مصرف انرژی صحبت می کنیم؟ برای درک بهتر این مسئله باید به شکلی بسیار ساده به بررسی مفهوم ترمودینامیک بپردازیم تا دریابیم که در حقیقت مسئله نه در انرژی بلکه در آنتروپی است. در این برنامه نخست نگاهی به انرژی و شکل‌های مختلف آن انداخته و سپس به بررسی آنتروپی و پیکان زمان می‌پردازیم. یکی از ویژگی‌های تمام اجسام فیزیکی از کوچکترین تا بزرگترین نشان در این است که دارای انرژی می‌باشند. انرژی‌ای که به شکل‌های مختلف در آن جسم فیزیکی وجود دارد. برای نمونه انرژی جنبشی یا سینتیک که نشان از حرکت جسم دارد. این انرژی بستگی به جرم و سرعت آن جسم دارد و مقدار آن نیز با این فرمول محاسبه می‌شود. مقدار انرژی برابر است با 1/2 مقدار جرم ضرب در مجذور سرعت. هرچه جسم پر جرم تر و سریع تر باشد، انرژی جنبشیش نیز بیشتر است. برای نشان دادن رابطه جرم و سرعت، می توانیم بگوییم که به شکلی تقریبی، انرژی جنبشی یک قطار سریع السیر با انرژی جنبشی یک کشتی بزرگ نفتی که با سرعت تنها 10 کیلومتر در ساعت حرکت می کند برابر است. حال نگاهی به انرژی پتانسیل که تحت تأثیر گرانش می باشد بیاندازیم. جسمی را که در یک میدان گرانشی قرار دارد در نظر بگیریم. این جسم به دلیل قرار داشتن در میدان گرانشی می تواند سقوط کند. در اینجا نیز این انرژی بستگی به جرم و ارتفاع جسم و نیز شدت گرانش دارد. انرژی های دیگری نیز وجود دارند که ما در زندگی روزمره خود با آنها آشنا هستیم. مانند انرژی شیمیایی به شکل سوخت برای اتومبیل، انرژی الکتریکی و یا انرژی هسته‌ای. بسیار مهم است که بدانیم که یک جسم می تواند دارای انرژی باشد که در شکل‌های مختلف است
و این انرژی ها می توانند تغییر شکل دهند. مثال ساده ای بزنیم. تصور کنید که توپی کیلویی در کنار ساحل و در بالای صخره‌ای به ارتفاع 10 متر قرار دارد. اگر توپ را ثابت نگاه داریم، سرعتش صفر است، یعنی دارای انرژی جنبشی نمی باشد. اما همین توپ ثابت دارای انرژی پتانسیل می باشد، انرژی که با ارتفاع توپ و نیز میدان گرانشی مرتبط می باشد. حال اگر توپ را رها کنیم، توپ سقوط کرده و به این شکل به تدریج از ارتفاعش کاسته می شود و در نتیجه انرژی پتانسیلش نیز کم می شود. اما از سوی دیگر آرام آرام بر سرعتش افسوده شده و در نتیجه بر انرژی جنبشیش نیز افسوده می شود و به علت آن که انرژی کل توپ همیشه حفظ می شود، پس انرژی کل توپ همیشه ثابت می ماند و تنها شکل آن تغییر می کند. یعنی آرام آرام بر انرژی جنبشی توپ افسوده شده و از انرژی پتانسیلش کاسته می شود و این انتقال انرژی از شکلی به شکلی دیگر است. توپ در پایان مسیر خود به ماسه برخورد کرده و ساکن می شود. در اینجا توپ در ارتفاع صفر قرار می گیرد، یعنی بدون انرژی پتانسیل و نیز با سرعت صفر، یعنی بدون انرژی جنبشی. پس این انرژی توپ کجاست؟ باید بدانیم که این انرژی ناپدید نشده، بلکه تبدیل به گرما می شود. زمانی که توپ به ماسه برخورد می کند، انرژی جنبشی آن به شکل گرما تخلیه و پراکنده می شود و این به علت تمامی اصطکاک های مختلفی است که سرعت توپ را در زمان برخورد به زمین کاهش داده و به صفر می رساند. در بهترین حالت اگر توپ تمامی این گرما را دریافت کند، دمایش فقط 0.1 درجه افزایش می‌یابد و این گرمایی است کاملا نامحسوس. این افزایش بسیار اندک دمای توپ نوعی انرژی است که به آن انرژی حرارتی می‌گوییم. همانطور که انرژی پتانسیل می‌تواند به انرژی جنبشی تبدیل شود، انرژی جنبشی نیز می‌تواند به انرژی حرارتی تبدیل شود. برای درک بهتر این مفهوم مثال دیگری بزنیم. اسکیبازی را در بالای یک شیب تصور کنید که در آغاز بی حرکت است، یعنی انرژی جنبشی ندارد، اما به علت داشتن ارتفاع دارای انرژی پتانسیل می باشد. زمانی که اسکیباز شروع به حرکت می کند، انرژی پتانسیلش به تدریج به انرژی جنبشی تبدیل می شود و این انرژی جنبشی به دلیل اصطکاک برف و هوا آرام آرام به انرژی حرارتی تبدیل می شود. وقتی اسکیباز به پایین شیب می رسد، به علت داشتن ارتفاع صفر، انرژی پتانسیلش صفر می شود. اما او هنوز در حرکت است و در نتیجه دارای انرژی جنبشی است. انرژی جنبشی که با کاهش سرعت آرام آرام به علت اصطکاک تبدیل به انرژی حرارتی می شود. همانطور که دیدیم، ترکیب انرژی اسکیباز در طول مسیر تغییر کرده و از شکلی به شکلی دیگر در می آید. انرژی پتانسیل، انرژی جنبشی و سپس انرژی حرارتی. اما مقدار کل انرژی اسکیباز همیشه حفظ شده و ثابت می ماند. در اینجا به اصل اول ترمودینامیک می رسیم. در یک سیستم ایزوله، انرژی کل حفظ شده و ثابت می ماند. بدیهی است که در این مثال‌ها برای ایزوله نشان دادن سیستم از اصطکاک هوا برای اسکیباز و نیز توپ در حال سقوط صرف نظر کرده تا مطلب قابل فهم تر باشد. شکل‌های مختلف انرژی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: شکل‌های انرژی مفید و شکل‌های انرژی غیر مفید. در میان شکل‌های انرژی مفید می‌توان از انرژی جنبشی، پتانسیل، شیمیایی، الکتریکی و غیره نام برد. و اما شکل‌های انرژی غیر مفید فقط و فقط در انرژی حرارتی وجود دارد. یک شکل از انرژی مفید شکلی است که به ما امکان انجام کاری را می‌دهد و امکان انجام کار در فیزیک تعریفی مشخص دارد. یعنی اعمال نیرویی که جسمی را جابجا کند. اسکیبازی را در ارتفاع 1000 متری با یک طناب و دو غرغره تصور کنید.
در این مثال فرضی، این اسکیباز با پایین آمدن از شیب میتواند وزنه ای را به سمت بالا ببرد و یا با سرعت 500 کیلومتر در ساعت با برخورد به یک مکانیسم ساده میتواند جسمی دیگر را به فضا پرتاب کند. اما اگر این اسکیباز در نتیجه پایین آمدن از شیب تنها خود را گرم کند، تمامی انرژیش به انرژی حرارتی تبدیل شده و به هدر می رود. یعنی به زبانی ساده، با این انرژی حرارتی اسکیباز نمی توانیم کاری را انجام دهیم و یا جسمی را جابجا کنیم و در ضمن این انرژی حرارتی را نیز نمی توانیم به شکل انرژی دیگری مانند انرژی جنبشی یا پتانسیل تبدیل کنیم. پس این انرژی حرارتی اسکیباز انرژی است غیر قابل استفاده. به این ترتیب شکل‌های مختلف انرژی موجود در یک جسم فیزیکی را میتوان در دو دسته از هم تقسیم کرد: انرژی مفید و انرژی غیر مفید. حاصل جمع انرژی مفید جسم را F مینامیم که به آن انرژی آزاد میگوییم. آزاد به این دلیل که میتوان با این انرژی کاری انجام داد. و اما انرژی غیر مفید، برای پیدا کردن کمیت انرژی غیر مفید، این انرژی غیر مفید را بر ت که دماست تقسیم می کنیم و حاصل این تقسیم چیزی است که به آن آنتروپی یک جسم می گوییم و آن را باعث نشان می دهیم. پس انرژی غیر مفید برابر است با آنتروپی ضرب در دما، و هرچه آنتروپی بیشتر باشد، انرژی غیر مفید یک جسم نیز بیشتر است. می دانیم که انرژی مفید می تواند به انرژی حرارتی تبدیل شود، اما یک انرژی غیر مفید حرارتی هرگز نمی تواند به عقب بازگشته و به انرژی مفید تبدیل شود و به این شکل به اصل دوم ترمودینامیک می رسیم. آنتروپی یک جسم ایزوله فقط می تواند بیشتر شود. باید بدانیم که از یک شکل انرژی مفید می توانیم به شکل دیگری از انرژی مفید برسیم. به عنوان مثال، زمانی که برای شارژ کردن باتری تلفنمان مجبور به پدال زدن می شویم، انرژی شیمیایی موجود در بدن ما به انرژی مکانیکی در ماهیچه‌ها تبدیل شده و در نتیجه با پدال زدن به شکل انرژی الکتریکی می رسد و سپس این انرژی به شکل دیگری از انرژی، یعنی انرژی شیمیایی درون باتری تلفن تبدیل می شود. اما از انرژی حرارتی هرگز نمی توان به شکل‌های دیگر انرژی رسید، چون آنتروپی فقط می تواند افزایش پیدا کند. به این شکل وقتی در زندگی روزمره خود انرژی مصرف می کنیم، آن را از بین نمی بریم، بلکه اغلب آن را به انرژی حرارتی تبدیل می کنیم که غیر مفید است و نمی توان از آن استفاده کرد، یعنی انرژی که بازیافت نمی شود. به عبارتی دیگر، آنتروپی کیفیت انرژی یک جسم را اندازه‌گیری می کند و چون آنتروپی فقط می تواند بیشتر و بیشتر شود، پس حتی با اینکه انرژی حفظ می شود، اما کیفیت و مفید بودن آن همیشه بدتر و بدتر می شود. پس می توان گفت که از نگاه فیزیکی، بحران انرژی در جهان در واقع یک بحران آنتروپی می باشد. اساساً از نظر تئوری مشکل در کمبود یا از بین رفتن انرژی نیست، بلکه مشکل در بیشتر و بیشتر شدن آنتروپی است. انرژی الکتریکی را می توان به انرژی مکانیکی تبدیل کرد، مانند یک آرمیچر. در اینجا از گرمای تولید شده در اطراف آرمیچر صرف نظر می کنیم. گفتیم که هیچگاه نمی توان انرژی حرارتی را به انرژی مکانیکی تبدیل کرد، در حالی که در زندگی روزمره خود می‌بینیم که در یک موتور بنزین سوخت انرژی شیمیایی بنزین به انرژی حرارتی تبدیل شده و سپس انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی تبدیل می‌شود. پیشتر گفتیم که بنابر اصل دوم ترمودینامیک، آنتروپی یک سیستم ایزوله فقط می‌تواند بیشتر شود. باید در نظر داشت که این موتورها در واقع یک سیستم ایزوله نیستند، به این دلیل که در چرخه حرارتی موتورهای احتراقی لحظه‌ای وجود دارد که گرمای تولید شده باید به بیرون رانده شود تا چرخه همزمان با خنک شدن بتواند به کار خود ادامه دهد. پس یک موتور حرارتی یک سیستم ایزوله نیست
به این دلیل که افزایش آنتروپیش را به دنیای خارج می راند. حال اگر مجموعه موتور، جهان و کیهان را با هم و یک جا در نظر بگیریم، به یک سیستم ایزوله می رسیم که آنتروپیش همیشه بیشتر و بیشتر می شود. پس باید بدانیم که هرگاه موتوری حرارتی را روشن می کنیم، آنتروپی کیهان را نیز افزایش می دهیم. این دو تصویر را در نظر بگیریم. تصویر نخست ساختاری مشخص را نشان می دهد، یک سیب، در حالی که تصویر دوم دارای هیچ ساختاری نبوده و همگن می باشد. حال تصور کنیم که تصویر سومی را با تولید تصادفی رنگ هر پیکسل به وجود بیاوریم و سپس این تصویر تولید شده را با دو تصویر قبلی مقایسه کنیم. تصویر سوم به کدام یک از دو تصویر قبلی شباهت بیشتری دارد؟ در واقع تصویر سوم بیشتر به تصویر شماره دو شبیه است که همگن می باشد. به این دلیل که هر دوی این تصاویر برخلاف تصویر سیب ساختار مشخص و ویژه‌ای ندارند. اگر به تولید تصادفی تصاویر جدید ادامه دهیم، اکثریت این تصاویر بیشتر به تصویر شماره دو شبیه خواهند بود و احتمال تولید تصادفی تصویر یک سیب بسیار کم است. و به این ترتیب به شکلی کلی همیشه تصویری را تولید می کنیم که بدون ساختاری مشخص است و می توان گفت که این تصاویر جدید تولید شده همگن هستند. این ویژگی شبیه بودن به چیزی تصادفی و همگن است که به آن آنتروپی می گوییم. در اینجا تصویر شماره دو آنتروپی بیشتری دارد، تنها به این دلیل که احتمال شباهت آن به یک تصویر تصادفی و بدون ساختار بیشتر است. در کیهان نیز آنتروپی به همین شکل تعریف می شود. کیهان تشکیل شده از اتم، اتم‌هایی که می توانند به گونه‌های مختلفی مرتب شوند. برخی از این ترتیبات همگن به نظر می رسند، مانند گاز، در حالی که ترتیباتی دیگر ساختارهایی را نشان می دهند، مانند یک تکه یخ و یا یک سیب. اگر تصمیم به تولید یک چیدمان تصادفی جدید از اتم‌ها بگیریم، چیدمانی که در آن اتم‌ها دارای موقعیت و سرعتی تصادفی باشند، احتمال اینکه این تصویر تولید شده همگن باشد بیشتر است. تصویری که بیشتر شبیه به گاز می باشد تا یک سیب یا یک تکه یخ. پس می توانیم بگوییم که گاز آنتروپی بیشتری دارد، تنها به این دلیل که به یک توزیع تصادفی اتم شباهت بیشتری دارد. از نظر فیزیکی آنتروپی تکه یخ کمتر از آنتروپی گاز می باشد، تنها به این دلیل که تعداد شکل بندی هایی که به گاز شبیه است بسیار بیشتر از شکل بندی هایی است که به یک تکه یخ شبیه می باشد. در واقع آنتروپی به شکلی اندازه آزادی که اتم ها دارند را اندازه می گیرد و به ما می گوید که آیا جسم مورد نظر ما دارای یک ساختار دقیق و مشخص است و یا اینکه دارای نوساناتی است که شکل بندی های زیادی را تولید می کند. اما این شکل بندی های تولید شده همیشه شبیه به یکدیگرند. در یک سیستم که دارای آنتروپی کم می باشد، مانند یخ، مولکول های آب آزادی زیادی ندارند و شکل بندی های تولید شدهش بسیار کم است و جابجاییشان نیز بسیار ضعیف می باشد و به همین دلیل تکه یخ سرد است. و برعکس در یک سیستم که دارای آنتروپی زیاد می باشد، مانند بخار، مولکول‌ها بسیار آزادترند و دارای نوسانات زیادی هستند که شکل بندی‌های مختلف زیادی را تولید می کند و جابجاییشان نیز بسیار زیاد می باشد و به همین دلیل درجه حرارت بالاست. مفهوم آنتروپی به ما اجازه می دهد که حالتهای مختلف ماده را مشخص کنیم، جامد، مایع و یا گاز. زمانی که آب را می جوشانیم، انرژی گرمایی که به آب می دهیم آنتروپی آب را افزایش می دهد. یعنی مولکول‌های آب دارای رفتاری تصادفی و بی‌نظم می شوند و به این ترتیب به بخار که دارای آنتروپی بیشتری است تبدیل می شوند.
در پایان به بررسی آنتروپی و درک ما از مفهوم زمان به ویژه به جهتی که تغییر شکل‌ها در آن رخ می‌دهند بپردازیم. برای درک بهتر این مفهوم جهت زمان دو شکل بندی را تصور کنیم. در یک طرف بادکنکی باز در داخل یک جعبه را در نظر بگیرید. بادکنکی که حاوی گازی با فشاری قوی می باشد. و در طرف دیگر همان بادکنک باز را تصور کنیم. با این تفاوت که گاز داخل بادکنک به شکلی برابر در داخل جعبه توزیع و پخش شده. با فرض این که این روند در جعبه خود به خودی است، آیا می توانیم حدس بزنیم که ترتیب کرونولوژیک یا گاه شماری این دو موقعیت چگونه است؟ آیا گاز نخست در بادکنک به شکلی فشرده بوده و در طول زمان از آن خارج شده و یا برعکس گاز از ابتدا همگن بوده و سپس با ورود به داخل بادکنک فشرده می شود؟ تجربه ما در زندگی روزمره به ما میگوید که گاز از داخل بادکنک به بیرون آمده و بیشتر تمایل دارد که پخش شده و گسترش یابد تا اینکه به داخل بادکنک برود. به شکلی کلی سیستم‌های فیزیکی در طول زمان به همگن شدن بیشتر تمایل دارند و فشارها مانند فشار داخل بادکنک نیز تمایل به کم شدن دارند. اگر جسمی گرم را در تماس با جسم سردی قرار دهیم، می‌بینیم که دمای این دو جسم به مرور زمان یکسان می‌شود. پس حالت دوم به نسبت حالت نخست دارای آنتروپی بیشتری است و تنها به همین دلیل است که این روند در این جهت رخ می‌دهد و نه در جهت عکس. وقتی یک سیستم خود به خود تغییر شکل می‌دهد، آنتروپیش میل به افزایش دارد. و سیستم به دست آمده بیشتر و بیشتر همگن خواهد بود. آنتروپی یک سیستم ایزوله در طول زمان همیشه تمایل به بیشتر شدن دارد. این پدیده در مورد کیهان نیز صدق می کند و مشابه است. یعنی اتم ها دائما در حال جابجایی بوده و توزیع میکروسکوپیکشان دائما در حال نوسان می باشد و به گونه خود به خودی از یک شکل بندی به شکل بندی دیگری تبدیل می شود. و اگر به مدت کافی وقت بگذاریم و منتظر بمانیم، ساختار کیهان در مقیاس میکروسکوپیک بیشتر و بیشتر شکلی تصادفی خواهد گرفت. و همونطور که دیدیم، یک ساختار تصادفی در طول زمان بیشتر میل به همگن شدن دارد. و به این ترتیب در طول زمان ساختار کیهان به تدریج از بین رفته و نابود می شود، در حالی که آنتروپی کلیش بیشتر و بیشتر می شود. آنتروپی کیهان پیشرفت همگن شدن کیهان را در طول زمان اندازه می گیرد. برای به پس راندن خرافات در سرزمینمان، دانش به زبان ساده را به پیش رانیم. مشترک کانال ما شده و ما را در این مهم یاری دهید.